Salatu wa salam ala rasulihi al-kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farzand-e farghana, rahbar-e aziz, janab-e daftar sahib Abdul Abdullah, Mujahide buzurg, janab-e Sheikh Zain sahib, کرام و عزیز وکلای محترم مشران قوم ناصر سفیدان عزیزان و قماندانان محترم جهادی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست تشکر میکنم از جناب عجل حضرت علی همسنگ عزیز من که لطف کردن بزرگان دعوت کردن و من در اکابشم به حضور شما قرار دارم. تشکر از مهمان نوازیتان و لطف شما. نکات بسیار مختصر میخوایم خدمت از بکنم در رابطه با سرنوشت افغانستان و تاریخ انتخابات تطیعه و دستای نمائی که در مداخله با سرنوشت ملت عزیز ما قرار داره، وجود داره. تیم اسلام امگرایی با کمیت بزرگی از افغانستان که به خود دارد، رهبران و شخصیت های بزرگ مردمی و پایگاه قوی اجتماعی را که با خود دارد و ریشه در عمق ملت و جایگاه در متن ملت دارد، در دور اول هم برنده بودند و در دور دوم هم برنده هستند. دور اول همه دوستان اینو که آگاهی دارن و میدانن که بالاتر از 54-55% رای ما شما بود، اما دستان به اینجا کار کرد مثلثی که در تخریب و تخلیل انتخابات وجود دارد، نتایج انتخابات به بیراها بردن و نتایج آلم زیر 50% بچه به 5%. به خاطر اینکه منطق و بینش بزرگ سیاسی که تیم اسلام انگاری بخود داشت و به خاطر اینکه وطن خودت داشت و ملت خودت دوست داشتن، تحمل کردن، قبول کردن که باید به دور دو میریم. و اما یکی از کسایی که بسیار جدی و احساساتی استاد بودم که جناب دکتر اونجا حضور دارن، نبودم که از دور اول چون برنده هستم رایتان نگذاریم. دور اول که شما را برنده شدن نگذاره، دور دوم یعنی دو نفر شما را بسیار بسادگی میتونه که رای شما را تحریف بکنه و دزدی بکنن که کردن. خب نتایج همی بود که بیان دور دوم بریم. صدای مرا دوستای برمیدنی مشنود. من سفیر انگلیس، سفیر آلمان، نماینده ملل متحد در افغانستان، سفیر ملکی ناتو و افسران بسیار بلندرتبه ستاره از بروکسل و همچنان معاون سکرتر جنرال ناتو از بروکسل از اروپا، خود تعداد زیادی تشریف آوردن و ملاقات های با هم داشتیم که از همه صحبت های جناب دکتر صدر جریان هستم و از اینها اجازه میگرفتم. ما به همه اینا جدی بگم که رفتن به دور دو خیانت بزرگتر از دور اول است. این کمیسیون ها خائن است، دور از شرافت شخصیت های خوبی که در میانشان هست و اینا با آرام مردم بازی میکنن، اینا مردم را به مسخره میگیرن، اینا سرنوشت افغانستان را به مسخره میگیرن، اینا سرنوشت نخبگان، مجاهدین، روشنفکران، اکثر مختلف که در یک کشور زندگی میکنن و به هم یک جا تصمیم گرفتن تا به تغییر مثبت، وضعیت مثبت در روزنامه افغانستان بیارن، با اینا ایار به مسخره میگیرن و اینا کلشان به ما قول کردن، تعهد سپردن که ما کمیسیون اصلاح میکنیم، اصلاح کردیم، متوجه اشتباهشان ساختم، اینا دیگه خیانت نمیکنن و خیانت ملی نمیکنن، جنایت نمیکنن، رای شما رو دزدی نمیکنن. ولی ما هنوزم باور نداشتم و جناب دکتر صدر حرفای خود انتقال داریم. خب به هر حال مسئله همین بود که میرم به دور دو. دور دو عمل چون پایگاه کمی داشتیم، بالاترین رای شفا و رای واقعی مد نظر انسان های با
کمال صداقت و عشق به وطن آمدن برآمدن تهدید تهدید کردن همگشتان و دستشان قطع شد منزل پاشان انفجار کرد فرزندان خود شهید دادن ولی به خاطر سرنوشت وطن خود به خاطر به سرنوشت کشور خود بخیل باشن سرنوشت خود خود رقم بزنن آمدن به پاس مخایران و واقعی را به شما دادن به تیم شما دادن کسان آمدن با زنگین کردن یک انگشت به تیم اسلامی همگرایی در انداختن ولی کسانی در اتاقهای مشخص با همکاری والی ها و رسول ها کمدان ها اردو پلیس که شما هم صدای تصویری را دیدین بلاشم صوتی را دیدین و هم تصویری را دیدین سشتم هزاران و ده هزار را یک نفر و دو نفر سم بخارا پر کردن دومین میلیون در تقلات به نسخه گرفتن سرنوشت کشور است بازی کردن با سرنوشت کشور است دومین میلیون را یعنی زحمت کشور در به نسخه گرفتن است این ملتی که متین و استوار چون کوه پولادین استاد در برابر شوروی جنگی به خاطر سرنوشت بدست خودش باشه در برابر تروریسم جهانی جنگ به خاطر سرنوشت بدست خودش بده باشه 13 سال قبل با کمال افتخار و با متانت و شجاعت خدمت به دوستشان بود انتقال سیاسی کردن به خاطر سرنوشت کشور به طرف بهبود و سعادتمندی برن در 13 سال کسانی که در این حکومت حضور داشتن از این دستن از این خدمت خوبی را بر مردم ارائه داشتن نمونه ایش برادران شما در هر جایی که خدمت کردن شیزه شب در اینجا از جناب دکتر سکر وزارت خارجه بودن و دوستان زیادی قمانت هم امایخان گذار که مستعریف مدرت می بیشن هر کدام این قمانتان قلودی و قمانتان یمنه قمانتان زون بودن و برادران زیادی خدمات شعاله را خود نشان داده همی سر اسمان خان در حرات کسانی در جواه مختلف دیگر اما حال به خاطر اینکه دموکراسی که امید دوستای غربی و شریکای بین المللی نمیدن و احترام به خود ارادت مردم رو پیشنهاد میکنن و احترام به اراده مردم مطرح میشه این هدف همه ما شما است که باید نهاده نشه هر حکومتی که به میان میاد هر زعامتی که به میان میاد باید برخواست از اراده مردم افغانستان بده باشه